سلام، من بیت آذری با برنامه دیدگاه همراه شما هستم. بازداشت 13 عضو یک گروه تبهکار در ترکیه به اتهام همکاری با دستگاه‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی بازتاب زیادی در رسانه‌ها داشته است. دو سال پیش تعدادی از اعضای این گروه و رئیس آن ناجی شریفی زیندشتی که یک قاچاقچی بین المللی مواد مخدر است به اتهام دست داشتن در چند قتل از جمله کشتن سعید کریمیان مؤسس و مدیر وقت مجموعه تلویزیونی جم و قتل‌های مرتبط با قاچاق مواد مخدر در ترکیه بازداشت و پس از مدتی آزاد شدند. گفته می شود علت آزاد شدن آنها ترکیبی از اعمال نفوذ با پرداخت رشوه و فقدان مدارک کافی بوده است. اکنون فرضیه هایی مطرح شده است که زیندشتی ممکن است با کمک یکی از بستگان نزدیکش حسین کریمی ریکابادی که یک گانگستر شناخته شده بین المللی در رومانی بوده است در کشتن قاضی منصوری نیز دست داشته باشد. مردی 46 ساله که در 26 سال اخیر زندگیش با اتهام‌های سنگین قاچاق مواد مخدر و قتل‌های انتقام‌جویانه دست کم 3 بار بازداشت، دادگاهی و زندانی شده است، اما هر 3 بار پس از مدت کوتاهی از زندان رهایی یافته است. در این برنامه دیدگاه با شاهد علوی، عضو هیئت تحریریه ایران اینترنشنال از آمریکا، درباره گزارش تحقیقی که درباره زندگی و فعالیت‌های ناجی شریفی زیندشتی نوشته گفتگو می‌کنیم. آقای علوی، ابتدا به ما بگید چه اطلاعات تازه‌ای درباره فعالیت‌های گروه وابسته به ناجی زیندشتی و ارتباط اونها با دستگاه‌های امنیتی ایران داریم؟ ما تو اون تحقیق کردیم و در ایران اینترنشنال منتشر شد، تلاش کردیم این تصویری بدیم از همین موضوعی که در واقع مورد سوال شما هست و اینکه این اصلا چطوری شروع کردن و چه مسیر رو رفتن. و به نظر میرسه که ناجی زیندشتی از قاچاقچیان در واقع بزرگ بین‌المللیه که اگرچه در ایران شناخته شده نبود برای ما، اما در ترکیه و در دنیای انگلیسی زبان خیلی میشناختنش، به خاطر اینکه دست کم از ابتدای 2018 ایشون حکم جلب بین‌المللی داشت، اینا براش صادر کرده بود به خاطر یک محموله هروئین 2 تنی که تو شریک بود. در ترکیه هم بعد از ترور دختر 19 سالش در واقع تابستون 2014 ایشون خیلی شناخته شده بود، تحت نظر بود، به خاطر اینکه بعد از اون ترور مجموعی از قتل‌های انتقامی اتفاق افتاد. در پیوند با پرونده در واقع محموله 2 تنی هروئین کشتی نوروان که در یونان توقیف شد، حداقل 17 نفر کشته شدند که گفته میشه حداقل 10 نفرش از سوی آقای ناجی زیندشتی و عوامل ایشون بود به خاطر انتقام از ترور دخترش، در حالی که ایشون خودش هدف بود. ایشون این مسیر رو رفته در 2007 در ترکیه با در واقع در حالی که 377 کیلوگرم هروئین همراهش بود بازداشت شد. داستان براش ابد درخواست کرده بود، اما عملا بعد از 3 سال به خاطر همکاریش در پرونده ارگنکون آزاد شد و بعد هم گفت در عملا 2018 و همین چند روز پیش که دوباره بعد از عوامرش دستگیر شدن مشخص شد که با بخشی از پلیس کار کرده، بهش اطلاع دادن. این در رسانه‌های ترکیه بازتاب زیادی داشته و در نهایت اینکه بعداً هم مشعت قبلا 1395 یعنی شفق نوشته بود که ایشون با نهادهای امنیتی ایران باید ارتباط داشته باشه و الان هم دستگاه امنیتی ترکیه به رسماً تایید کرده که گروه اینها دست کم در قتل سعید کریمیان، مؤسس تلویزیون جم، مسعود مولوی، مدیر کانال تلگرامی جبهه سیاه و روبودن حبیب اسیوت، فعال عرب اهوازی و در واقع رهبر پیشین سازمان النضال همکاری داشته. آدمی با این سابقه که شما توصیف میکنید چطور سالها در ترکیه کار و زندگی کرده آقای علوی؟ یعنی مسئله فساد دستگاه امنیتی و قضایی این کشور بوده در نادیده گرفتن فعالیت‌های اون، یا حکومت ترکیه هم از اون به عنوان یک مهره برای اهداف مشخصی استفاده می‌کرده؟ به نظر می‌رسه ترکیبی از هر دو. اگر به عقب برگردیم، اولین باری که اسم زیندشتی در رسانه‌ها مطرح شد 2007 از زمانی که با اون محموله سنگین هروئین در استانبول بازداشت میشه در نزدیک محل زندگی خودش. اون زمان خب اونها یه قاچاقچی مهم ایرانی که اقامت ترکیه داشت اما شهروند ترکیه نبود و هنوزم نشده ایشون، تابعیت ایرانی داره فقط، بازداشت شد. خب اسمش مطرح شد، مسئله شد برای ترکیه، بنای قاچاقچی که مواد مخدر میاره، دست و نیرو داره. منتها چرا به جای حبس ابد آزاد شد؟ به خاطر اینکه
کمک کرد، ایشون به تشکیلات گلن کمک مالی میکرده و حاضر شد جدا از پرداخت رشوه‌های سنگین به پلیس و قضات که در بخش گزارش‌ها اومده، حاضر شد در پرونده ارگنکن به نفع دولت علیه عده‌ای از قضات که دولت فکر میکرد در اون در واقع کودتایی که دارد مدعیش بود شرکت داشتن شهادت بده. با اسم مستعار ترازی شاهد، ترازو در واقع شهادت داد و بعدا گفته شد که ایشون همین آقای ناجی شریفی زیندشتی هست و آزادش کردن. به این ترتیب اون زمان، این بخشش مهمه، اون زمان ایشون در واقع در خدمت دستگاه امنیتی و دولت بود برای اهدافی که اونها می‌خواستن. در ادامه یاد گرفت این روش رو، این بار به دولت نزدیک شد، به نمایندگان پارلمان، به مسئولین دولتی، مسئولین امنیتی و پلیس، و ادامه فعالیتش برمیگرده به این همکاری دو جانبه، هم پرداخت رشوه و استفاده از در واقع مجراهای فساد در دستگاه دولت ترکیه و هم پیش بردن خواستهایی که اونا ازش داشتن. یک نکته قابل توجه در گزارش شما فرضیه و احتمال دست داشتن باند او یا همکاریش در ترور قاضی منصوری در رومانیه. در این باره چه اطلاعات بیشتری داریم؟ در واقع این همونطور که به شما درست گفتم یک فرضیه است، یعنی ما نمیتونیم بگیم شواهدی داریم که این رو اثبات میکنه. منتها شخصی به اسم حسین کریمی رک آبادی که پسردایی ایشون هست، الان 72 سالش فکر میکنم، ایشون از همون جوانی بعد از اینکه از ایران میره بیرون در رومانی مستقر میشه و اونجا یه کارتل بزرگ ماده مخدر راه میندازه. این فکت، این تیکش، به خاطر اینکه بعداً در 2007 در واقع اداره بازار مخدر امریکا در اتریش بازداشتش میکنه، 5 سال در امریکا بازداشت بود، بعد به ایران اخراج شد. گزارش در مورد ایشون به زبان آلمانی و هلندی زیاده که قاچاقچی مهم هروئین در اروپا بوده. در مبارزه با مواد مخدر ترکیه امریکا میگه که هزاران کیلو مواد مخدر به امریکای شمالی و اروپا صادر کرده. منابع ما گفتن که ایشون از طریق ناجی زیندشتی به دستگاه امنیتی وصل شده، چون خودشو بازنشست کرد در ایران، در ارومیه ساکن الان، و اونا ازش خواستن که این کار قتل منصوری رو پیمانگرشون انجام بده. به نظر میسه چون کارتل ایشون هنوز اونجا فعاله، اونجا کمپانی داشته، شرکت داشته، هم یکی از همسرانش شاید همسر سابقش هم طلاق گرفته، اونجا زندگی میکنه هنوز، این کار انجام شده باشه. ما شواهدی برای این نداریم، اما این فرضیه جدی هست که باید روش کار بشه. به نظر میسه به خاطر اون در واقع گمانهایی که وجود داره. زیندشتی به خاطر محکومیت قطعی در یک پرونده قاچاق مواد مخدر در ایران سابقه حبس ابد داره. خارج از ایران هم قاچاق مواد مخدر کرده، هم به قتل متهم شده، یونان براش جلب بین المللی گرفته. چطور در ایران نه تنها آزاده که محافظ مسلح هم داره؟ خب این بخشی از داستان ما هست که دیگه میتونیم با قطعیت بگیم شواهد مستند زیادی وجود داره، هم در گزارش‌هایی که در ترکیه منتشر شده، فیلم‌هایی که منتشر شده، مصاحبه‌هایی که شده، و هم در فیلم‌هایی که خود ایشون در صفحه توییترش گذاشته. ایشون علی‌رغم اینکه مستند سال 75 به خاطر قاچاق مواد مخدر حبس ابد گرفته و از زندان اوین فرار کرده، الان با محافظ مسلح در ارومیه میگرده و زندگیشو میکنه و دست کم به طور مشخص بعد از برگشت به ایران، اونطور که شواهد و مستندات میگن، در قضیه قتل کریمیان و ربودن حبیب اسیوط دست داشته. به این ترتیب به نظر میرسه که جمهوری اسلامی ایران اون سوابق جناییش رو نایده گرفته و از این به عنوان یک مأمور استفاده میکنه برای واگذاری اون پروژه هایی که برای حذف مخالفین یا آزار مخالفین خارج از ایران داره. آیا میشه این استفاده وزارت اطلاعات و دستگاه های امنیتی ایران رو از گروه های تبهکاری برای برخورد با مخالفانش در خارج از کشور، یعنی در واقع همین چیزی رو که الان شما گفتین، یک راهبرد جدید امنیتی در برخورد با اپوزیسیون خارج از ایران تلقی کرد؟ بله بله، به خاطر اینکه قبلا هم گفته شده بود در هلند تلور آقای کشمیری، اون چیزی که انجام شد عملا توسط گروه تبهکار بود. در بلژیک گفته شده بود برای ترور فعالین عرب از گروه تبهکار استخدام شدن. در این قضیه آخری که تلاش شده بود در مراسم مجاهدین بمب‌گذاری بشه، کسان استفاده شده بودن که غیر امنیتی بودن، در واقع کارمند وزارت اطلاعات ایران یا سپاه نبودن. به این ترتیب به نظر میاد که جمهوری اسلامی راهبردش رو عوض کرده، به جای اینکه نیروهای خودش رو بفرسته و بعداً بازداشت بشن و ناچارش براشون هزینه بکنه برای آزادیشون گروگانگیری بکنه، داره از گروه تبهکاری برای این کار استفاده میکنه. آقای علوی، درباره خطرناک بودن این آدم و اینکه به دوست و دشمن رحم نمیکنه خیلی نوشته شده.
در گزارش شما هم هست. این برای شما به عنوان روزنامه نگاری که روی این پرونده کار کردین چقدر نگران کننده بود؟ چه تأثیری روی کار شما داشت؟ خب طبیعتاً این مؤثره به خاطر اینکه ما تلاش می‌کنیم بکنیم، اما نه به قیمت جونمون. هرچند می‌دونیم که روزنامه نگاری به طور کل کار پرخطریه و روزنامه نگاری زندانی، اعدامی و ترور شده هم در دنیا کم نداریم. این نگران همیشه وجود داره. من تلاش کردم خودم رو از اون خود دور بکنم با اسناد به در واقع فکت هایی که وجود داره، منابع مستندی که با ما صحبت کردن، مداری که منتشر شده کارو تهیه بکنیم. یه حملاتی هم در فضای مجازی شده که البته زیاد جدی نیست و نمیشه با اون تهدید بهش نگاه کرد تا این لحظه دست کم، اما این همیشه وجود داره. این در واقع بخشی از کاری هست که شما، بنده و رسانه ما و همه روزنامه‌نگاری که در این حوزه در واقع حساس کار تحقیقی میکنن باش مواجهن. به نظر میرسه که این میتونه یک مقدار آدم رو محتاط بکنه در نوشتن، احتیاطی که از یه لحاظی شاید بد نباشه. آدم تنها چیزهایی که مینویسه که ازش مطمئن هست. بسیار سپاسگزارم از شما شاهد علوی، عضو هیئت تحریریه ایران اینترنشنال از واشنگتن دی سی آمریکا. با سپاس از همراهی شما با این برنامه دیدگاه.